بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همیهنان ارجمند، ساعت 17 و خبرهای این بخش رو تقدیم حضورتون میکنم. 89 رقم پربازده بذر پس از 10 سال تحقیقات محققان بخش کشاورزی رونمایی و معرفی شد. این ارقام شامل انواع غلات راهبردی مانند گندم نان، گندم دروم، گندم دیم، برنج و در بخش سبزی و سیفی شامل انواع بادمجان، فلفل دلمه‌ای و گوجه است. به گفته که وزیر جهاد کشاورزی با استفاده از این ارقام تولیدات محصولات کشاورزی افزایش می‌یابد. کل مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه ترویجی متعلق به این تشکیلات در خدمت بخش کشاورزی و بهره‌برداران عزیز هستند برای انتقال دانش و استفاده از این ارقام جدید در مزارع و بعد از این زحمت بیشتر بر دوش بهره‌برداران و فعالان عزیز بخش کشاورزی و زارعین زحمتکش خواهد بود که انشاءالله با استفاده از این حضوری که ارتقا یافتند و نسبت به شرایط جدید چه از نظر اقلیمی چه از نظر مقاومت در برابر سرمازدگی یا بقیه اون خصوصیاتی که کشاورزان ما دنبالش بودن بخشی از اونها در این ارقام محقق شده. انشالله با استفاده از این ارقام با کمک مجموعه عوامل وزارت جهاد کشاورزی به ویژه مروجین و شرکت‌های خدمات فنی مهندسی در سطح کشور انشالله مصرف این بذور ترویج خواهد شد و گام مهمی در افزایش تولید محصولات کشاورزی خواهد بود انشالله. رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران به خریداران طلا از فضای مجازی هشدار داد. به گفته آقای امیریان، برخی فروشندگان مصنوعات طلا و جواهر در فضای مجازی بدون مجوز هستند و مردم مراقب کلاهبرداری آنها باشند. آقای امیریان همچنین گفت خریداران هنگام دریافت کالای خود حتما از فروشنده صورت حساب رسمی دریافت کنند. الان در فضاهای مجازی شرکت هایی هستند که بدون نگاه به صنف طلا و جواهر دارن فعالیت میکنن و هیچ گونه مجوزی ندارن، اینا قابل اعتبار نیستن. در این خصوص مردم حتما دقت کنن که پلتفرم حتما باید اینما داشته باشه، اتحادیه کشوری فضای مجازی مجوز داشته باشه، درگاه ملی مجوزها ثبت نام کرده باشه که مردم تخلفی در این خصوص براشون پیش نیاد و بتونن شکایاتشون رو رسیدگی کنن. پاسدار شهیدی که پس از شهادت هم جان چند بیمار را نجات داد، اعضای بدن شهید سعید پروین نژاد که جمعه 18 آبان در درگیری با تروریست های جیش و ظلم در راست که از ناحیه سر مجروح شده بود به 2 بیمار کلیوی و 1 بیمار کبدی اهدا شد. یک کلیه این پاسدار شهید به بیمار اهل تسنن استان سیستان و بلوچستان اهدا و کبد و کلیه دیگر او برای پیوند به شیراز فرستاده شد. به خانومشون گفته بودم که اگر به هر دلیلی هر موقع هر اتفاقی واسه من افتاد در صورت امکان اعضای بدن منو اهدا کنین. حالا دیگه من وقتی که اینجا اتفاق افتاده بود و بیمارستان بستری بود، وقتی که گفتن که دیگه مرگ مغزی اعلام شد، به خانومش که گفتن میخوان چیکار کنین، گفت خودش دوست داشته، گفته بوده وصیت کرده بوده که اعضای بدن منو اهدا کنین. بعد گفتن که مثلا اینجا منطقه اهل تسنن هست. خانمشون گفتن که فرقی نمیکنه، ایشون میخوان تو این منطقه امنیت این منطقه رو حفظ کنن، برپا کنن. مشمولان غیرقایب بالای 35 سال و دارای 2 فرزند از خدمت دوره ضرورت معاف می شوند. رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت این مشمولان می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر پلیس به علاوه 10 درخواست معافیت مربوطه را ثبت کنند تا پس از بررسی مدارک و احراز شرایط و ارائه تعهد جهت طی دوره آموزشی از این معافیت بهره مند شوند. برابر قانون ابلاغی این نوع معافیت به مشمولان غایب تعلق نمیگیرد. سردار مهری درباره معافیت مشمولان غایب هم گفت مشمولان غایب برای معافیت اگر زیر 40 سال دارند باید 4 فرزند و بالای 40 سال 3 فرزند داشته باشند.
حکم اعدام فردی که در چندین پرونده تجاوز به عنف محکوم شده بود بامداد امروز اجرا شد. اردیبهشت پارسال گزارشی از حفاظت و اطلاعات دادگستری استان همدان مبنی بر اقدام شخصی در اغفال و تجاوز به عنف اعلام شد. با آغاز تحقیقات و مراجعه شاکیان به دادگستری همدان، کیفرخواست فروردین امسال صادر و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب همدان فرستاده شد. جلسه های دادگاه نیز با دو قاضی و با حضور متهم و وکلای مدافع وی برگزار شد. در نهایت پس از بررسی که همه ابعاد پرونده و رعایت تمامی مرحله های آیین دادرسی کیفری، رأی اعدام محکوم صبح امروز اجرا شد. گرامی داشته یاد و خاطره شهدای مقاومت در مراسمی در پاکستان. در این مراسم از شهدای مقاومت به عنوان نماد ایستادگی یاد شد. شهدای مقاومت نماد ایستادگی و فداکاری در برابر متجاوزین. مردم پاکستان از شهید سید حسن نصرالله و سایر شهدای جبهه مقاومت به عنوان نمادهای ایستادگی و فداکاری در برابر متجاوزین و اشغالگران یاد کردند. در مراسمی بزرگ که در یادبود شهدای مقاومت در پایتخت پاکستان از سوی حزب مجلس وحدت مسلمین برگزار شده بود، جمع کثیری از مردم، علما و مداحان سرشناس پاکستانی شرکت کردند. امروز هم صدای حلم ناصرن ینسرونا گوش میرسد. حضور پرشور مردم در این مراسم بیانگر آمادگی مردم پاکستان برای حمایت از مردم غزه و لبنان است. در این مراسم اعلام شد که امروز حزب الله با خون شهدای مقاومت همچنان قدرتمندتر از قبل است و رژیم صهیونیستی به رغم تمام امکانات گسیل شده از سوی غرب در مقابل این نیروی الهی عاجز مانده است. شهید مقاومت سید حسن نصرالله همه زندگی خود را صرف مبارزه با بزرگترین دشمن جهان اسلام کرد و حزب الله را به یک سازمان قوی اسلامی مبدل ساخت. سخنرانان در این گردهمایی مردمی بر لزوم تقویت جبهه مقاومت و اتحاد بین کشورهای اسلامی برای مقابله با سیاست‌های تهاجمی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه تاکید کردند. فلسطین آیا مردمی که امروز در فلسطین و لبنان به شهادت میرسند به علت شیعه و یا سنی بودن شهید میشوند؟ تنها جرم آنان مسلمان بودن است. در حاشیه این مراسم همچنین تصاویری از شهدای محور مقاومت و جلوه‌هایی از علاقه جوانان پاکستانی به شهدای فلسطین دایر شده بود. شهید سنوار که جو آخری ما در حاشیه این مراسم تلاش میکنیم آخرین لحظات شهادت شهید سنوار را به مردم نشان دهیم تا فراموش نکنند که رهبران حقیقی جهان اسلام همیشه در خط مقدم حضور دارند. حاضرین با سر دادن شعارهایی نظیر مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا حمایت قاطع خود را از مقاومت فلسطین و آرمانهای آن اعلام کردند. حاضرین در این مراسم تأکید کردند بر همه مسلمانان لازم است تا نابودی رژیم صهیونیستی از گروه‌های مقاومت اسلامی حمایت کنند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد. و اعتصاب غزه که فعالان اردنی در حمایت از مردم غزه وارد 11 روز شد. اعتصاب کنندگان از دولت می‌خواهند که اشغالگران را برای رساندن کمک‌ها به شمال نوار غزه تحت فشار قرار دهد. روزانه افراد جدیدی به اعتصاب کنندگان می‌پیوندند. این در حالی است که وضع سلامتی تعدادی از شرکت کنندگان رو به وخامت گذاشته و به بیمارستان منتقل شدند. اشغالگران صهیونیست از 50 روز قبل با محاصره شمال نوار غزه ورود کمک‌های بشردوستان به این منطقه را به طور کامل قطع کردند. سازمان حقوق بشری موسوم به اروپا مدیترانه هشدار داده است. با توجه به قحطی گسترده در شمال نوار غزه، مرگ روزانه 10 نفر بر اثر گرسنگی مردم این منطقه را تهدید می کند. خیلی متشکرم از توجه شما. عصرتون بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، مرو با خبرهای بورس از شبکه خبر همراهی
بفرمایید. مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از برگزاری مجامع 7 شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی از ابتدای امسال خبر داد. به گفته آقای باقرستانی، از ابتدای امسال تا کنون 450 ناشر نیز حدود 58 هزار میلیارد تومان سود سنواتی و جاری و حق تقدم استفاده نشده به حساب سهامداران واریز کردند. در سال 1403 بالغ بر 54 هزار میلیارد تومان سود جاری توسط 350 ناشر واریز شده به واسطه سامانه سجام و بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان سود سنواتی و حق تقدم استفاده نشده که توسط ناشرین محترم به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز شده به بیش از که بالغ بر 100 ناشر بوده به حساب سهامداران بازار سرمایه واریز شده. نماگرهای بازار سرمایه روز سه‌شنبه افزایشی بودند. در پایان معاملات حدود نیمی از نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتند. گروه بانکی نیز بیشترین ورود پول را داشت. بعد شما سه‌شنبه 22 آبان بازار شاخص کل 35% مثبت 7300 واحد افزایش 2,133,600 برای شاخص کل به ثبت 34 هموز عدد 686,328% بازی مثبت و 1900 واحد افزایش ارزش معاملات خرد بازار هم به عدد 6900 میلیارد تومان رسید. برآیند خرید و فروش افراد حقیقی حدود 259 میلیارد تومان خروج پول را از سهام و صندوق‌های سهامی نشون میده. نمادهای پرتراکنش برای ملت فولاد، ذوب و پارس بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص پارسان و پارس نماد پارس و به ملت و بیشترین تاثیر منفی فملی، کگل، کچاد و شبدیست. بعد از چند روز که شاخص‌ها مثبت بودند، روز سه‌شنبه کمی عرضه‌ها در بازار شدت گرفت و با این حال حدود 50% نمادها در پایان معاملات در محدوده مثبت قرار گرفتند. بعضی از نمادهای خودرویی و فرآورده‌های نفتی هم صف‌های خریدشون رو تا پایان بازار حفظ کردند. سفارش های خرید مجموعش 920 میلیارد و فروش 700 میلیارد تومان رو نشون میده. تعداد نمادهایی که به صف خرید رسیدن 116 نماد، 128 نماد هم در صف فروش با دامنه نوسان که همچنان مثبت و منفی 3% هست. سرانه خرید 48 میلیون تومان، 45 میلیون تومان هم سرانه فروش. هنوز قدرت نسبی با خریدارها هست در بازار. گروه بانکی 74 میلیارد ورود پول داشته. تأمین سرمایه 27 و صنایع نیروگاهی 23 میلیارد تومان ورود پول رو ثبت کرده. بیشترین خروج پول ها از صندوق های سهامی بود با 70 میلیارد، فلزات اساسی 56 و گروه سرمایه گذاری ها 55 میلیارد تومان خروج پول رو نشون میده. دو صندوق دارایی کم و پالایش قیمت های پایانیشون مثبت بود، 99% دارایی کم و 49% صندوق پالایش. نمایرهای بازار سهام برای چهارمین روز متوالی در پایان معاملات با روند افزایشی به کار خود پایان دادند. کارشناسان انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ‌های کمتر در مقایسه با پارسال و حد نصاب در بازارهای موازی را عامل مؤثر بر مثبت شدن بورس می‌دانند. ما دلایل بنیادی رو هم در کنار این دو تا مسئله برای رشد بازار داریم که مهمترین مسئله اون قدری کاهش در نرخ بهره هست که ما در واقع مصاحبه آقای دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی در مورد انتشار گواهی های 25% که 5% کمتر از قیمت گواهی بهره گواهی های سال گذشته در واقع بانک ها هست به کمک بازار اومده، یک مقداری امیدواری رو برای کاهش نرخ بهره در واقع افزایش داده. و از اون طرف هم ما شاهد افول در بازار دلار و طلا هستیم که باعث میشه بخشی از سرمایه ها با این آرامش نسبی و فروکش کردن تابوت هم در بازارهای موازی به بازار سهام منتقل بشن و ما شاهد وضعیت بهتری در معاملات باشیم. سومین حراج ربع‌سکی سال 1403 فردا چهارشنبه برگزار می شود.
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت ربع سکه بهار آزادی ضرب سال 1403، نیم سکه و تمام سکه بهار آزادی ضرب سال 1386 بانک مرکزی بدون بسته‌بندی عرضه می‌شود. بازده واریز وجه برای شرکت در این حراج تا ساعت 23 امروز اعلام شده است. همه اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی و بالای 18 سال می توانند در این حراج شرکت کنند و حداکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی در مجموع 5 قطعه سکه است. به نحوی که می توان 5 قطعه ربع سکه یا نیم یا تمام سکه و یا ترکیبی از هر سه باشد. جمع هر سه با هم نباید بیش از 5 قطعه شود. شروع جلسه حراج رأس ساعت 12 فردا چهارشنبه است و بازه ثبت سفارش نیز از ساعت 12 الی 14 خواهد بود و ساعت 16 نیز نتایج حراج اعلام می شود. بیش از 3,244,000 تن انواع محصول امروز در بورس کالا عرضه شد. در تالار محصولات صنعتی و معدنی بیش از 131,000 تن انواع مقاطع فولادی روی تابلو رفت. تالار سیمان هم عرضه 137,810 تن سیمان را تجربه کرد. تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز شاهد عرضه حدود 87,000 تن مواد پلیمری و شیمیایی بود. در تالار حراج باز هم بیش از 2,854,000 تن انواع کالا از جمله محصولات زنجیره‌ای سنگ آهن روی تابلو رفت. همچنین در تالار صادراتی حدود 31,000 تن قیر، گوگرد و اسید استیک عرضه شد. و گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که 134 شرکت دولتی در سال 1402 با زیانی معادل 81,000 میلیارد تومان روبرو شدند. این خبر و خبرهای بیشتر در بسته اخبار کوتاه بهابازار امروز. شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس. 91% شهروندان موافق و فقط 2.7% مخالف عرضه خودرو در بورس کالا هستند. همچنین 15.8% از شهروندان معتقدند عرضه خودرو از مسیر بورس کالا می تواند از انبار کردن خودروها توسط دلالان جلوگیری کند. با مصوبه هیئت وزیران نرخ گاز مایع مازاد بر سهمیه‌های تایید شده در سامانه صدف که پیش از این 10% بیشتر از نرخ دولتی بود از این پس 30% نرخ صادراتی است. بر اساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی صنایع حمل و نقل و خودرو از ابتدای امسال تا 21 آبان ماه با دریافت 5 میلیارد و 942 میلیون دلار بیشترین ارز را در بین همه صنایع دریافت کردند. معین محمدی پور مدیر مطالعات اقتصادی و امور بین‌الملل بورس کالا: اتصال موفق بورس کالا به سامانه عملیاتی گام بانک مرکزی صورت گرفت. در زنجیره تامین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس کالا هم شفافیت در تسویه‌های اعتباری را دوچندان می‌کند و هم احراز برخط و اتوماسیونی اسناد را جایگزین احراز دستی می‌کند. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که 134 شرکت دولتی در سال 1402 با زیانی معادل 81,000 میلیارد تومان روبرو شدند. خیلی ممنونم از همراهی شما. خدا نگهدار.